بنده فعلا تصمیمی برای اینکه مثلا به نفع کسی کنار برم ندارم. آمدیم رقابت بکنیم و انشالله تا آخر هم خواهیم بود. به نظر من میزان مشارکت مردم در این انتخابات پیام بسیار مهمی برای دنیا داره، پیام رسایی برای غربی ها داره، برای آمریکایی ها، اروپایی ها، برای کشورهای همسایه ما، برای چین و روسیه و در رفع سریعتر تحریم ها و احیاء برجام قطعا مؤثر خواهد بود. افراد فکر نکنن که شرکت و عدم شرکت ما در انتخابات فرقی نمی کنه و فایده ای نخواهد داشت. من شاید حدود 20 روزه که با ایشون صحبت نکردم، نه صحبت حضوری نه تلفنی، و واقعا اطلاع ندارم که اصلا ایشون میخواد بیاد نمیخواد بیاد. و بالاخره ایشون هم یه آدم سیاسیه، مثل همه سیاسی ها پیچیده است و معلوم نمیشه که میخواد بیاد یا نمیخواد بیاد. ولی حالا ایشون هم اگر بیاد مثل بقیه کاندیداست. من اصلا حتی من بدون اطلاع ایشون وارد صحنه انتخابات شدم و بنابراین ورود یا عدم ورود ایشون هیچ تأثیری در روش بنده نخواهد داشت. خب مسئله آزادی بیان که از آرمان‌های انقلاب بوده که در بعضی قسمت‌ها واقعا ما کوتاهی کردیم، کاستی‌هایی داریم، باید همه اینا برطرف بشه. در حوزه زنان من فکر می‌کنم ما مشکل اساسی در واقع نداریم. مثلا همین مثال‌هایی که شما گفتید، ورود بانوان به استادیوم ورزشی، حالا غیر از شنا و مثلا شاید کشتی و اینا دیگه بقیهش بکنم مشکلی نداره و ما این رو تبدیل به یک مشکل کردیم، این قابل حله. یا مثلا مسئله دوچرخه سواری بانوان اصلا موضوعیت نداره، هیچ مرجع تقلیدی نمیتونه بگه دوچرخه سواری بانوان ممنوعه. صرف اینکه پوشش خودشون رو رعایت بکنند هیچ ممنوعیتی نباید داشته باشه و ما بی جهت مسائل زنان رو بزرگ نکنیم. حتی مسئله حجاب و پوشش اسلامی هم مشکل امروز ما نیست. مردم ما از روی انتخاب و از روی اراده و با اعتقاد اکثریت قاطعشون رعایت میکنند. یه عده هستن افرادی هم که به طور نسبی رعایت میکنند، ممکنه پوشش کاملی هم نداشته باشن، ولی حکومت هم کاری با اونها نداره. و بی جهت دامن نزنیم به این به این به این گونه مسائل. عرض کنم که اولا من امیدوارم که این اتفاق نیفته و شورای نگهبان یه تغییری در رویه خودش بدهد و اظهار نظر رو دلیل بر عدم التزام عملی به نظام تلقی نکنه. حتی اگر کسی در جایی نظری مخالف نظر رسمی نظام داشته باشه و حتی مخالف نظر رهبری داشته باشه، این به معنی عدم التزام عملی به نظام نیست. انشاءالله که این اتفاق رد صلاحیت نمیفته، ولی اگر هم این دوستان اصرار بر این کار داشته باشن، به هر حال در نهایت ما باید تابع قانون باشیم. یه کاری، یعنی کاری از همون بر نمیاد، میخواییم چیکار کنیم، باید بریم خونه بشینیم. هیچ کس نمیتونه قول بده مثلا بگه من 3 وزیر اهل سنت میذارم یا 5 وزیر زن قرار خواهم داد. نه، واقعا این ادعای درستی نیست. ما باید ببینیم برای یک پست چه کسانی اصلح هستن، چه کسانی صالح هستن و از بین اونها چه کسی اصلح هست. حالا ممکنه خانم باشه، ممکنه اهل سنت باشه و ما باید همون رو عرض کنم که انتخاب بکنیم. حتی اگر در برای پستی یک مرد و یک زن مثلا عرض کنم اینا شرایط مساوی داشتن، امتیاز مساوی داشتن، برای اینکه انتخاب یک زن یه پیام ویژه‌ای داره، ما باید اون زن رو انتخاب کنیم. همینطور درباره یک اهل سنت
کابینه باید شامل افراد متخصص و با تجربه و با تقوا باشه، حالا چه در گروه اصلاح طلب باشه، چه در اصولگرا، چه در خارج از اینها، چه مثلا سنی باشه، چه خانم باشه. واقعا باید بگردیم آن که اصلح هست رو ما انتخاب کنیم و همه در قدرت مشارکت داشته باشن. این که یک گروهی میاد گروه مقابل رو همه رو بیرون میریزه، این کار بسیار زشتیست که متاسفانه در کشور ما رایج بوده. ولی راجع به افراد، مثلا برای معاون اولی من خودم تو ذهنم مثلا برخی از همین افرادی که امروز کاندیدای ریاست جمهوری هستن رو، بعضی از اینها رو مناسب میبینم. یا برای وزارت، بالاخره افرادی در نظر من هست. ولی نه، حالا اسم آوردن خیلی جالب نیست، اما رویه من یه چنین خواهد بود. یعنی تقریبا معتقد به یک دولت ائتلافی هستم و هیچ تعصب گروهی ندارم.